د ژوندون ټلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. بشیر احمد اتلی هم شهر نه پرسان خبرونه ده. قدرمنو لیدونکو، دغه سیمه چې تاسو ګورئ دا د کابل ولایت د شپږمې حوزې یا د شپږمې ناحیې مربوط سیمه ده. دې سیمې ته یو ځوان راورسوی چې دلته یې کور ده، او دغه ځوان په اوله حوزه کې د څو کسانو دخوا ډېر په ضربه سره یا ډېر په داسې صورت بېرحمانه سره وهل کېږي چې تقریبا ملا او پی تر څلوېښت زیات کوکونه خوړلي دي. دلته راوړل کېږي دوی اوس د دې شکایت لري چې موږ سره مرسته همکاري نه ده شوې، او دغه ځوان خپله هم د اومې حوزې افسر ده. نوره قصه د ده څخه اورو چې دا یې ولې زخمي سوی، د چا د لورې زخمي سوی ده، د ده مشکل ستونزه څه ده، د ده سره خبرې کوو. ستاسو مالتې هم غواړو دغه هر څه په شهر نه پرسان خپرونه کې تاسو روښانه سي، او اول ورځو د څخه دا پوښتو چې د ده مشکل څه ده، ستونزه یې څه ده. مالتې هم غواړو. کو هغه ځوان چې د کابل ښار د اومې حوزې څخه بول کیږي، بیا هلته ډېر په بد حالت کې ول کیږي، تقریبا د اول حوزې ساحې ته وړل کیږي، هلته بیا دا په چاقو باندې نه پوهېږم په نور شي باندې وهل کیږي د خپلو ملګرو دخوا. دا چې نوره قصه څه ده، برده څخه واورو. خب محترم، خودت همې قصې خودت بر ما بکو تا بیننده بفهمه که خودت چی رقم از کجا برده شدی، چی مسئله بوده، کل گپ بر ما قصه کو. ما برادر از حوزه هفت شام بود، گزمیم خلا شده بود، داخل حوزه آمدیم، گزمه را تسلیمی دادیم. بعد از اون پشت نان برا آمدم که نان بگیرم از بیرون حوزه. من تکلیف داشتم نان حوزه را خورده نمیتونستم. من که برا آمدم از این نام و شاداب انجوالایم بودم و تر آمدن گفتن پیش پل حسن، گفت یک دعاست، گفت آجل بیا بریم. من در موتر بالا شدم، رفتم در نصف را، در بینیم یک چیز زدن من نفهمیدم دیگه. وعده که من با اوش آمدم که مرد در یک اتاق آورده بودن، در اتاق سه تای دکان بودن، پلنگی پوش ها ساعت تا پاید تفنچه هم داشتن. چشمه هم که واس کردن دزده به تفنچه من داخل، به تفنچه من هم گرفته بودن. بعد از او که من که خیستم که دنده برقی در سرم زدن، که دنده برقی در سرم زدن دیگه بعد از او من نفهمیدم. بعد از او که من که چشمه واس کردن در بین جوی مرا انداخته بودن، دستم هم پایم هم شکستانده بودن و کمرم هم شکستانده بودن، در پایم که در مرمی زده بودن، بسیار وضعیت من خراب کرده بود. بعد از او مرا حوزه اولیا مرا شفاخانه بردن. در اوجه در او شفاخانه فامدی، پس از او مرا در شفاخانه دوباره در حوزه هفت انتقال دادن. از ساعت هفت صبح مرا تا ساعت دو بجه در بین حوزه نگاه کردن که بانک ای به مرا در بین حوزه. بعد از او که ساعت دو بجه که شد، هیچ کس بازخواست مرا در حوزه نکرد، هیچ کس پرسان مرا نکرد. یک سرباز هم بود به بیادرم زنگ زد، باز به بیادرم که همه سونه مسای کرد. بعد از اومن را بردن شفاخانه سی سده بستر. بعد از اومن را بوجم به مدد یک ماه بستر کرد. تا نیم فعلا نام کسی بازخواست مرا نکده، پرسان مرا نکده. اون نفر هم حالا آزاد آزاد گشته میره. امی نفرایی که به نام شاداب و عظیم گفتی، خب اینا کی بودن؟ چرا بردتن؟ با چی مثلا با چی پلان بردتن اونجا که از چی خاطر بردت؟ اینجا یا گفتن که در اینجا دواست جنگ است. ما یارا میشناختم این دوتا بچه ها را کدشان سیان یکم سلام علیکی داشته. دیگه اندیوالا از یا که بود کلشان پودر فروش بودن. ما این اندیوالا از یارا گرفته بودم در اوزی ها بندی کرده بودم. بندی کرده دونه اون سه تایی که در اتاق بود، اونه اون سه تا اندیوالا ازی برامده بود. اون اون سه تا دیوالا ازی بود. من چون چی رقم این رضا و دایلا کردن چی تو نمی فهم بود چی تو یایلا شدن، چرا که میاره که تفاین چی غیر قانون گیر کرده بود.
خود. امی وقتی که مثلا تو یار گیر کرده بودی، بندیش کرده بودی، اتفاق میدی که یار کی پس از اوزه الاغ بود رفته بود با سر تو راه جور کرد، راه جوری شد تو را برد و جمعی خواست تو را بکشه؟ نه خیلی نمیفهمیدم که یار چی رقم از اوزه الاغ شدن، نفهمیدم. خب امو وقت که ای کار شدنه تو که کسا را گیر کردی سر پودر و تفنگچی غیر قانونی، عمر اوزه کی بود ده وقت؟ ده وقت عمر اوزه اجمل رحمانی بود. فعلا نمی عمر اوزه است؟ بله فعلا نمی عمر اوزه است اجمل رحمانی. و تو کار توریاتم و با اکسک و کل چیزای ما را قماندان طولای قید کردن نمیتا و موبایل های ما و پیسای ما کل چیز قماندان طولای ما گفته که باید از یاب رابطی های چیزای تا نمیتا. او وقت که مثلا توی نفرها را گرفته بودی، بندیش کرده بودی، کی نفهمیده بودی که حمایتش میکنه عمر اوزه یا کسای دیگه از بیرون میه یا پیسه میتا یا کدام مسئله دیگه است یا را حمایت میکنه؟ نه خیلی وقت من نفهمیدم چرا که ما وقت گزمه بوده. ما گزمه خدا میکردیم، مرگ مجرم هر لچکی را که ما که گیر میکردیم میآوردیم با اوزه تسلیم میکردیم و دوباره ما میرفتیم بسر وظیفه خود. ما از خاطر وطن خود ما تا زخمی زخل شده. کسی پرسان ما را تا روز نکده، یعنی چیز کم 40-50 روز میشه که متفسیده یک شان نامده پرسان ما را نکده. خودتان عریضه کردین به وزارت قماندانی جا عریضه کردین، اونا چی میگه براتون؟ اونا چیزی یکی سر دیگه میپرته، دیگه سر دیگه میپرته، هیچ کدامشون باحساس نمیکنه، پرسان نمیکنه. خب یعنی خودت خود گشته نمیدونی، پایتان میده است، کمرتان میده است، کی پشت کارایت میگرده؟ پشت کارای مادرم است، مادرم میگرده. یعنی تا بالا هیچ چیزی را به دست ناورده، هیچ چیزی را پیدا نکرده، هیچ چیز کس نگفته پشت عمر اوزه یا پشت قماندان توله یا پشت نفرات دستگیر هم نشده کسی؟ نه خیلی نیم، یکی دستگیر شده بود توی شام ایلا کدن از اوزه و نام از این نام بود که مشهور به سرانوال، کسی کوئی چیز سرانوال استفاده میکرد، میفهم سرانوال است استفاده جایی جویی میکرد، ایت کار این نبود، من پاوت فروج بود. یعنی میفهمه دیگه گیر کرده بودیم و نمروز که مرا دوزه آوردن زخمی ایرام گیر کرده بودیم، بعد از اکمه را شفاخانه بردن ایرام ایلا کدن نزده، نفهمیدم کیره چرا ایلا کدن. خب یعنی مال اون نفرا را که گفتی تو را که جای برده و جای مشناسی و نفرا را مشناسی تو ببینی مثلا اون جایی که خورد برده ده و تاق برده ده هر جایی که برده و جا را مشناسی و نفرا را مشناسی؟ اون نفرا را من کلش میشناسم. خب منطقه ده کجا بود که تو را برد؟ اون منطقه ده مسونه سایه اوزی اول بود که مرا برده بوده. مثلا ده کدام منطقه؟ چوک، از چوک بالاتر بود که مرا برده بودن، اون موجه مرا در چقری انداخته بودن. خب نه این خانه است، دکان است یا کدام اتاق مارکت چیزی بود که تو رو برده؟ میدونم که خانه بود یا اتاق بود، چرا که مرا بیوش کرده بودن برده بودن. در موتر بیوش کرده بودن؟ ولی در بین موتر بود، تو جا گفته بود که حادثه شده که من که دستی تو بیشی بیشیش تو از پسر که هم چیزی را در بینیم از دادن. بعد از دیگه من یه نفهمیدم چشمان تاریکی کرد، مورده که چشمان تاریکی کرد دیگه من یه صدا حالت خود نفهمیدم. وادی که ما باوش آمدیم که در گفتاق بودم دست در تفنچه من داختم که تفنچه من را گرفته بودم و موبایل های ما کارت ما کل چیزهای ما گرفته بودم. عمر اوزه در وقت وظیفه در وقت کار کردن عمر رفتار چطور بود؟ خوب بود؟ یعنی کارگردش عمل کردش عمر تو خوب بود؟ از عمر اوزه عمر ما گب زدنش خوب بود، کل چیزش هم از کماندان طوله ما نبود، زیاد سر ما سیاست میکرد که هر نفری که میگرفتیم ویلا میکرد و به سر ما زنگ میزد یا وکیل واسطه میشد، وکیل از میگفتی نی وکیل است یا فهم دیدی یک کس زنگ میزد واسطه میکرد. تو مثلا میفهمی که از خاطر تو کسایی که تو گرفتار کرده بودی پیسه گرفته باشه، مثلا تو چیز گرفته باشه که در برابر از او آره ایلا داده باشه، از این خاطر تو میفهمی چیز را؟ نه خیلی تو چیز نمیفهم که پیسه گرفته باشه یا دیگه گرفته باشه که ما را به این حالات رساندنی. این مسئله شما را کوشش میکنیم با وزارت داخلی افغانستان شریک بسازیم تا اونا حل کنه. سیست تشکر از شما، زنده باشید. کاش که از ما باقصا شد وطن آماد تو نیستیم، ست تا جان دیگه دینمی وطن از شهید میشه، زخمی میشه، ازش پرسان نمیشه، چرا پرسان نمیشه؟ تا بکه ما تو خون بتیم جنگ کنیم اما از ما باقصا چیزی نشه، ما خواست خاطر وطن خود خدمت میکنیم، ما آمدیم بچه از این وطن هستیم، چرا از ما پرسان نمیشه؟ از یک امریکایی از یکی پرسان میشه، از چرا از افغانی ما پرسان نمیشه؟ راستی یک چیز دیگه، چه وقت میشه روزی افوازی پداشتی؟ مدت یک سال میشه، مدت 3 سال ما در ولمن وظیفه کردیم، 1 سال در غزنی ولسوالی مقر وظیفه کردیم، حال مدت 1 سال است که در روزی افت ما وظیفه میکنم. تشکر زنده. زنده باشی بیادم. قدرمون داریدون که دازوان چی دلتا پرود ده، یعنی تقریبا دیده ملات سلویخ کوک خویلی انداسی پیم ترشلی ازیاد و کوکون خویلی دیده وی چیز پا اوم آوزه که
وظیفه مې درلوده، غله مې نیولې وه، پوډر فروشان مې نیولې وه. بیا د هغوی دخوا دی چې نیول کېږي بیرته خوشې کېږي، بیا هماغه کسان په دلار جوړي، دای بندگی دای بیچاره دغه حالت ته رسیږي چې اوس تاسو ګورئ. نو دغه مسله مونږ د اړوند ارګانونو سره شریکو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي. نو وګورو چې د دوی ورونه خبرې کوي، دوی دغه مسله تر کوم ځای څېړلې ده، دوی په هغې اړه باندې څه وایي. ستاسو ملتیا غواړم. قدرمند لیدونکو، د همدغه زخمي ماما ما سره ولاړ ده، دنه پوښتنه کومه چې دوی دغه کارون د دوی په دولتي چارو کې تر کوم ځای رسولی دي. خب کاکا جان، اگر خود ایره برم بوګي امی خورزادی شما میشن، خب ای زخمی شده شما از اوجه که مثلا اینو گرفتین و آوردین، درباره از این حکومت چه اقدام کرده، چیزی همکاری کرده یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همکاری از این دولت اسلامی افغانستان که خصوصا حوزه هفت امنیتی ما طالب کدام اقدام درباره از این افسر خود نکرده که خورزادی ما میشه. در سارمولی رفتیم، مکتوب گرفتیم، بردیم وزارت داخله، وزارت داخله هم دیگه مکتوب داد سر ولایت کابل قماندانی. فعلا بیادر دوسیه شد، در پنج شش جای بردیم، پس از سر حوزه که آمدیم گفت که بیادر این مربوط حوزه اول میشه. پس اونجا که رفتیم، خب اینا سعی دیگه بیادر اقدام کار نمیکنن. همین کسی که بیادر ایره به یه حالت رسانده، ما بازخواست میخواییم از دولت، از ارگانهای دولتی، از قماندانی شهر خواهش میکنیم که جدن باید بیادر اقدام بررسی شود. همین کسی که ایره به یه حالت رسانده به قانون، به چنگ قانون باید برسه. دیگه ما به خاطر از اینه میکنیم نفر اینه بیدر یک ماه شده که بیدر در می حالت از دشفخانه بردیم، به دشفخانه پس خارجش کردیم که زودتر بیدر اقن نمو حساب از این روش شده معلوم شده که آینده هم تو جوان ها بیدر اقن زخمی و حوگار و برادر اقن جگرخون فامیلش نباشه. دیگه چیز گفتنی نداریم بیدر. امی خوارزادیت با کس خصومت شخصی یا شما یا پدرش یا کس دیگه داشته باشه، مثلا اگر برده باشه با خصومت شخصی ایره کت چاقو یا کت مرمی زره باشه، تکسیز بوده؟ نه خیر، نه، با خصومت شخصی ایت ما نداریم. بله. خب اینمی حاله حکومت همراه گفتی همکاری نکده. بله. اگه اینمی حاله همراه همکاری نشوه چی خواهد کرد خودت؟ ما خوش میشیم از حکومت که همکاری کنه. اگه همکاری نکنه چی میشه؟ همکاری نکنه ما دیگه صبر خدا میکنیم، شاید که یک کار کنیم خودم اقدام کنیم علی از این دشمنش. پیش امی آمر سوی عوضی هفت هم رفتیم، اونا چی گفتن؟ اونا گفته که ما به ازار اقن در مربوط عوضی ما هست، افسر پلیس ما هست، منتا در عوضی چار ای کار شده. عوضی اول یا عوضی اول تال اقدام نکده که به ازار امی افسر ما چرا به یاله شده، یک سرباز خود روان نکده، خبرگیراش نشده، کنم کسی نموده که بیادر همی جور است ناجور است، همی افسر ما بود، کارکن ما بود، باید تا بیادر قن از یک معلومات میگرفتیم. تشکر کاکا جان، زنده باشی. ما کوشش میکنیم که این مسئله را با ارگانهای وزارت داخله شریک بسازیم تا مشکلش حل شد. تشکر. تشکر شما. سلامت باشی. سلامت. قدرمند لیدونکو، اوس هم دغه افسر، ځوان افسر چې د اومې حوزې څخه راوستل کیږي او بیا هغه بول کیږي یو بل د اولې حوزې ساحې ته وړل کیږي او هلته بیا ډیر په بېرحمۍ سره وهل کیږي. نو د هغه افسر د پلار سره ولاړم چې دا هم یو نظامي جنرال ده، دغه مسله به د دوی څخه وپوښتم چې ستاسو زوی ولې وهل سوی، علت دلیل تاسو ته معلوم ده او که نه؟ جنرال صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل په یو لسبه شپه په دوله په دیار لسم لس بجی نو نوې عظیم نام نه چې دا یو لوی قاچاقبر دی، شاداب یې ورور دی او فرید نامه کاکا زوی دا راغلي ورته ویلي چې راځه چې حادثه شوې ده. دوی د حادثې نه حرکت کړی، ورخطا شوی دی، د پولي حسنې ګوساله سره ورغلی دی او بالاخره دا دوزار موټر دی کې ناست دی. وخت چې راته دوی حرکت کړی دی، تقریبا یو کیلومتر حرکت کړی دی، بالاخره د شا طرفه جای مخکې نیولی دی، دسمال سره د مصموم کړی دی، بېور جادې ته جاده کې یو اتاق ته نیولی، اتاق یې اچولی دی، بیا دوی بیا راوتلي دی، راایستلی ځان سره دوه ځلي، بیا یې نیولی سر باندې شا طرف یې وهلی وهلی، بالاخره بیخي زیات
سبخه ما تکړې ورمانی ملای ورمانی ما تکړې وشو غاډو کی او ساري ورمانی ما تکړې بيو خکړې د دې څو مړ سره باندې لاړ بیا بوت به یاله کې چولې د سار نه لږ بجون د جادي په یاره کې فروت ته سار دوه بجو پوي وو بجو پوري د کوم نه خار راځي ځای ګوت چې پولیس کو فروت دې بیا یاغه تا ابن سنا شبخانه ته اول او زه خبرې کې دا ابن سنا شبخانه ته بیا انتخابي اته به جي وو مې او دیتا وو مې او ځکه دا یو ځای چې د شبخانه ته انتقال کړي امیر وو مې او ځي اجمل دینه تحقیق شروع کړي استخبارات بیا دوند دې چې دا تداوی کا وو دې شبخانه ته دینه تحقیق د اته به جون دې په وو مې او ځکه پروت ته یو بجو بری دلته یو سرباز په اسوې ټلیفون کړي ما بولته ته چې ورور ته ما او ساري ماسیه ده پراته دي بل اخر دا دی اساس کې ما په بل ځای سره ګورې پروت ما ته زنګ و چې اجر را زوی د خو ملا پاج او ځکه پروت راي وس ما ته شفخانه ته بوته شفخانه کې نسا کې با د ډاکټرانو خیې سي په خیا عملیات کا یو هفته باندې ملا عملیات کا بال دغه بنګ دغه راوي س بیا راغلم زه او زیته او زه تراغلم او زه ته وویل ما غوړې ته څه پدې هغه قاتلین چې دا یو غوبې غوښته چې لبا نیو چې هغه په ضمانت امر زوجي اجمل خو څه کړیو چې اوس ما آزاد اگرځي ما رضا نه وشته کا زما ورکه ما رضا واخره بیا نيستي دی ولې دا خو ما زه ته کوته دا څنګه دا اوس ما چې منی دا ما زمين نه نو په دې خاطر باندې ته بیا لاړم لوی سرپنځ ته باندې ځو کړل لوی سره دوی امر واسه لوی سره باندې مکتوبونه ورکړي حقوق پولیس ته خبرنګاری د امنیت پولیس ته وښو خبر کړی دی د مکتوبونه نو خځه په جریان کې دا اوس یو میاشت تیر اوس یو میاشت کې دا خلک آزاد کړی امر دی او مې او ته هیڅ کوم اقدام نه کړی د خپل په ځای د خپل په څون لیم دی او موږ چې ګب نه قجب چې ګب دا قدرت پایګیسی او رسایی ویني خلک ویني او وزارت داخله ویني او دا او نور هغه څوک چې دې وطن خدمت کوي او د دې وطن کې کې ماته دي او خپل عملي لخوا د تداوی کې او د بخصاص دي کې په دې خاطر باندې وایي خو ځار راغلي دا اول هغه ته دا نفر نه دیولي زه به جوړ څوم راغلم دلته چې دا رسنو ته راپور راکم د دې رسنو لای تمام افغانستان باید خبر شي او که دولت څه کوم ضعیف وي یا مجبور د خپل اقدام جنرال صاحب ستاسو زوی وهل سوای د ملایم ماته د دوی سره هم خبرې وکړي په دوه عمر وخت کې تر دې اوسه پر حکومت تاسو کوم همکاري کړی کینې ده هیڅ دوار کوم کار نه کړی هیڅ نو همکاري او دې پولیسو نه ده کړی قطعا په گرفتاری دې باندې نه کړی نو دغه قاتلین یعنی دغه کسان چې تاسو زوی وهلای دا او هغه ډیر سخت یعنی زپلای دا اوس هم شته تاسو پیژنې ګرځي کنه ګرځي نه زه خو خپل نه پیژنم زما زوی پیژنې دوی خپل اسنه څلور نفر دي چې عظیم نمیږي یو ورور شاداب نمیږي بل فرید نمی کاکا زوی کما ما زوی دی او بل پلنګی پوسټ پر اتا پاکستاني توانځو تر او بل هوتا کې دې څلور نفر دا وهلای او دا غوښته شل باندې یوسي خدا تصادفی ژوندۍ پاتې دی نو موږ د دوی کور نه درلې موږ چې ګرځو ک دولت ضعیف وسو او دولت نو څوک چې د ګریګزاری کې بعد موږ پر اقدام اوس خدغه کسان تاسو وایئ چې دوی آزاد ګرځي یعنی دوی اوس هم د یو ځای خوان نه دی نیول شوی یعنی تاسو داسې معلومات لرئ چې دوی د رشوت په پلمه دی بل کوم پلمه خوش شوی بله نور خبره چې دوله کوي امیر زوجی اخیسته دی خوش کړی ځکه جاري مقابل موږ ته زنګ و چې موږ نو دومره پیسې لرو چې نور پیسې ورکو او آزاد وګرځو تاسو موږ د گرفتاری توان نه لرئ هغه نمبر د موبایل شسته تاسو زنګ هغه نور بل طریقه زما زوی ته زنګ وکړي بله خزما زوی ته زنګ ولې ما ته نه اوس ته دې اوس پر تاسو رحم کارنه ده سوي ورسته تر دې تاسو اطمینان لري چې هم کاری بوسي مو خو اوس قضیه اول او ځکه بو اول او ځنه دا کوشکو چې قماندانی امنه ولایت کابل خپل شخص قماندان صاحب امنه ولایت کابل دا قضیه نه خبر سي او هدایت ورکړي او اول او ځتا او رئیس صاحب طاقت جنایي باید امر ورکړي او چې دا نفر دیدانه کې گرفتار سي مننه خوشاله وکړم تشکر سلام مننه خیر سي
قدر مو دریدین کو بیا هم خراغلاست تاسو خود دوی خبري واوریدي دغه د پلار خبري د ماما خبري او همدارنګه د خپل دغه متضرر شخص خبري مو واوریدي سی ورته پیخ نور هم شوی دی بعد دی او پختنه وشي نو قضاوت تاسو ته بردم دا ود دی ونی شهر نه پرسان خبرونه چې ما بشیر احمد تعال تاسو ته چمته کړو تر به ونی چې بشیر احمد تعال تاسو چوپال تاسو رګم په لوی علامه سپارم په مخه مخه خو وخت ولري